از هوا تا اعماق اقیانوس‌ها، زمین از زندگی سرشار است. برای برخی این یک معجزه است. اما آیا علم توجیه برای به وجود آمدن این مسائل دارد؟ تئوری تکامل 150 سال است که توسط منتقدین آن مورد حمله قرار می‌گیرد. آنها مدعی‌اند که این تئوری پر از نقص است و این اختلافات نشان می‌دهد که دست خالقی در میان است. حق با کیست؟ ما در جستجوی انفجارآمیزترین سؤال علمی هستیم. آیا حق با داروین بود یا او اشتباه می‌کرد؟ کسانی باورشان بر این است که زندگی در سیاره ما آنقدر پیچیده است که تنها توضیح در موردش این است که خالقی همه چیز را به وجود آورده. از سوی دیگر گروهی از زنان و مردان معتقدند که طبیعت قادر است تنوع بی حد و حصری در زندگی ایجاد کند بیان که نیازی به کمک کسی داشته باشد. در دوران ما همواره شاهد بحث‌انگیزترین مباحث در این مورد بوده ایم. تکامل، یک واژه واحد، یک دیدگاه باور نکردنی و خلاقیت تفکر یک انسان برجسته. چارلز داروین. تئوری تکامل در یک سفر جالب توجه متولد شد. در سال 1831 چارلز داروین، یک جهانگرد و عاشق طبیعت، عازم سفری 5 ساله به دور دنیا می شود. در طول مسیر او فسیل ها، گیاهان و جانوران را جمع‌آوری می‌کند. هنگامی که به خانه خود در لندن باز می‌گردد، 22 سال باقی مانده زندگیش را صرف این تئوری کرد که چگونه تنوعی چنین بزرگ از زندگی به وجود آمده است. حتی در زمان داروین نیز دانشمندان می‌دانستند که مخلوقات منقرض شده بیشماری در زمان‌های بسیار دور در این سیاره پرسه زدند. بعضی از آنها جانوران عجیب و ترسناکی بودند که به هیچ یک از جاندارانی که امروز بر روی زمین راه می‌روند شباهتی نداشتند. دیگران که شناخته شده تر بودند موجوداتی شبیه مخلوقات امروزی بودند که حتما باید رابطه ای بینشان باشد. آیا حیوانات و گیاهان امروزی می توانند از نسل آنها باشند؟ آیا با گذشت زمان گونه ای به گونه دیگر تغییر می کند؟ داروین معتقد است آری. در سال 1859 او عقاید خود را در کتابی منتشر کرد با نام منشأ گونه ها. این کتاب دنیا را تکان داد. در این کتاب داروین 3 نکته مهم را مطرح کرده بود. نخست اینکه حیات دیرینه است و صدها میلیون سال گذشته که وجود داشته. دوم اینکه حیات تنها با یک یا تعدادی از ارگانیسم‌های ساده که بعدها تکامل یافته تبدیل به میلیون‌ها گونه متفاوت امروزی شده آغاز شده است. سوم اینکه تمامی پروسه خلقت این گونه‌ها ناشی از یکی از نیروهای طبیعت بوده که داروین آن را انتخاب طبیعی نامید. برای مردمان خداترس این نتیجه گریزناپذیر گیج کننده بود. حیات نیازی به خالق ندارد. اما آیا حق با داروین بود؟ ما گفته‌های داروین را یک به یک به محک آزمایش می‌گذاریم تا ببینیم آیا درست است یا نه. اگر حتی یکی از این ادعاها پذیرفته نشود، تمامی این تئوری ملزم به نابودی خواهد بود. ابتدا ما به راز زمان خلقت آغاز حیات توجه می‌کنیم. داروین نگفت که می‌داند حیات چگونه آغاز شده. او گفت حیات دیرینه بوده است و فکر می‌کرد که زندگی صدها میلیون سال وجود داشته است. اما بسیاری از مخالفان او بر این باورند که حیات تازه است و خداوند تمامی موجودات زنده را در طول 10,000 سال گذشته خلق کرده است. حق با کیست؟ حیات چه زمانی آغاز شده؟ فسیل ها بقایای حفظ شده از موجوداتی هستند که مدت ها قبل می زیستند. قدیمی ترین فسیل این جهان چند ساله است؟ آیا بر طبق نظریه داروین این موجودات قدیمی هستند یا آنطور که رقیبانشان می گویند جوانند؟ وقتی زمین شناسان بافت های بنیادی فسیل شده نقاط دورافتاده استرالیا را مورد آزمایش قرار دادند، دریافتند که فسیل ها تقریباً 3 میلیارد سال پیش بودند. اکنون دانشمندان 10 فسیل را کشف کردند که عمر آنها بیشتر از میلیاردها سال است. در اولین آزمایش، یعنی حیات جوان است یا پیر، حدس داروین درست بود. حیات بالغ بر هزاران میلیون سال قدمت دارد. اما او چگونه از آزمایش دوم عبور کرد؟
داروین گفت زندگی با یک تک هسته‌ای یا حداکثر تعدادی بافت ساده زندگی آغاز شد. در طی میلیون‌ها سال این موجودات ساده به گونه‌های جدید تکامل پیدا کردند که آنها خود به گونه‌های خاص دیگری تکامل پیدا کردند. این پروسه میلیون‌ها گونه متفاوت را به وجود آورد که به طور فزاینده‌ای متنوع و پیچیده‌تر شد. آنان که به خلقت معتقدند بر این باورند که حیات تغییری نکرده و خالق همه چیز را به یک بار آفریده، درست مانند آنچه ما امروز می‌بینیم. حق با کیست؟ بهترین راه آزمایش‌های فسیل‌های ثبت شده است. موزه‌های جهان ذخایر میلیون‌ها فسیل‌اند که نشان می‌دهد زندگی در سطوح مختلف تاریخ بر روی زمین چگونه بوده است. زیرا فسیل هر موجودی را می‌توان با امواج رادیواکتیو تاریخ گذاری کرد. آن وقت می‌دانیم کی و به چه ترتیبی می‌زیسته است. اگر حق با داروین است، انتظار ما بر آن است تا فسیل‌های اولیه ساده‌ترین موجودات باشند. هر چقدر زمان می‌گذرد، فسیل‌ها متنوع‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. بافت‌های بنیادی به وسیله باکتری‌ها ساخته شدند، یعنی یکی از ساده‌ترین شکل‌های حیات. بنابراین زندگی به سادگی شکل گرفته، همانطور که داروین عنوان کرده است. هرچه در زمان به جلو می رویم، این سوال مطرح می شود که چه زمانی موجودات زنده پیچیده تر و متنوع تر شدند. برای 1400 میلیون سال بعدی تغییرات بسیار جزئی هستند. اشکال حیات بسیار ساده هستند، موجودات تک سلولی. 2 میلیارد سال قبل سلول های تک هسته ای را می یابیم، نوع سلولی که امروزه در 99% از موجودات زنده قابل مشاهده است. این موجودات خارق‌العاده متعلق به دوره کامبریان هستند. 500 میلیون سال قبل آنها بسیار متفاوت‌تر از حیات ساده‌تری هستند که قبل از آنها وجود داشته. دارای سر و اندام هستند. شکل‌هایشان عجیب و بدن‌هایشان نشان دهنده این امر است که حیات متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده است. تاریخ‌گذاری فسیل‌ها پیشگویی‌های داروین را تایید می‌کند. مبنی بر اینکه حیات به سادگی آغاز شد، بدون هیچ اثر از پیچیدگی‌هایی که مدت‌ها بعد به وجود آمد. تمام موجودات زنده یکجا خلق نشدند، بلکه آنها در طول هزاران میلیارد سال به وجود آمدند. تئوری تکامل تدریجی از 2 آزمایش اولیه عبور می‌کند. اما بزرگترین ایده داروین و نظریه‌ای که همه اعتبار او بر آن بنیان شده، سومین ادعای اوست و توضیح او در مورد پیچیده شدن زندگی. داروین میگوید این نیروی طبیعت بود که باعث به وجود آمدن گونه‌های جدید شد. او این امر را انتخاب طبیعی نامید. اما انتخاب طبیعی چیست؟ و آیا این موضوع واقعا میتواند یک باکتری ساده را به شکل غنی و پیچیده از حیات که امروز ما آن را میبینیم تبدیل کند؟ اما چه چیزی موجب خلق این تنوع خیره کننده شده است؟ چطور گونه‌های بیشمار زمین به وجود آمدند؟ بعضی فکر می‌کنند آنها باید کار خالق آسمانی باشد. از سوی دیگر داروین مدعی است که آنها به طور طبیعی از طریق فرایندی که او آن را انتخاب طبیعی نامیده تکامل یافتند. این یکی از مهیج‌ترین ایده‌هایی است که تاکنون مطرح شده. اما انتخاب طبیعت چیست و چگونه کار می‌کند؟ چگونه یک فشار هدایت نشده کور طبیعت توانایی خلق گونه جدیدی را داراست؟ داروین جواب را در یک مکان غیر محتمل یافت. قتل عام بیرحمانه دنیای طبیعی. طبیعت بیرحم است. بیشتر موجوداتی که بر روی این کره خاکی متولد می شوند، پیش از آن که بتوانند تولید مثل کنند، می میرند. و این تنها در مورد حیوانات نیست. اغلب گیاهان نیز جوان می میرند. اما بنابر گفته داروین، خارج از این کشتار مخوف چیزی زیبا پدیدار می شود. بعضی گونه های منحصر به فرد مشخص هایی دارند که زنده ماندن آنها را محتمل تر می سازد. شاید آنها چشمان تیزبین دارند یا پاها و سم هایی سریع تر که با آنها کمک می کند از دست شکارچیان فرار کنند. برتری این گونه های منحصر به فرد شاید عمر کافی برای تولید نسل جوان را داشته باشند. این راز بقای برترین هاست و اساساً این برترین ها هستند که مشخصه هایشان را به نسل بعدی منتقل می کنند.
داروین معتقد است که در طول بسیاری از نسل‌ها این تفاوت‌های کوچک می‌تواند منجر به تفاوت‌های بزرگ شود. چشم‌ها تیزبین‌تر شود، پاها سریع‌تر بدوند و بالاخره هنگامی که تغییرات بزرگتر شد، منجر به خلق گونه‌ای جدید می‌شود. این توضیح است که چگونه حیات پیچیده‌تر می‌شود، اما چگونه متنوع‌تر می‌شود؟ چطور یک گونه تبدیل به دو تا می‌شود؟ بر طبق نظریه داروین، پاسخ در محیط واقع شده. تصور کنید یک گروه خرس‌های قهوه‌ای خانه طبیعی خود را رها کنند و به سمت شمال، جایی که قطب قرار دارد، بروند. در این محیط جدید، خرسی با پوست رنگ روشن راحت‌تر می‌تواند خوک‌های آبی را شکار کند. طبعاً خرس‌های روشن‌تر قادر به تولید مثل خواهند بود و نهایتاً رنگ جمعیت خرس‌ها تغییر می‌کند. بنابر گفته دانشمندان، این همان است که در حال اتفاق افتادن است. قدم به قدم جمعیتی از خرس‌های قهوه‌ای تبدیل به خرس‌های قطبی می‌شوند. یک گونه تبدیل به دو می‌شود. این نظریه بزرگ داروین است. تکامل به وسیله انتخاب طبیعی. گونه‌ها مانند شاخه‌های یک درخت قادر به منشعب شدن هستند و با گذشت زمان به یک گونه جدید منتج می‌گردند. این یک ایده خارق‌العاده است که تغییرات بسیار کوچک هر کدام می‌تواند گونه جدید را بازسازی کند. در دوره کامبریان از تاریخ زمین 543 میلیون سال قبل، رقابت برای شکار غذا، گریز از دست شکارچیان و یافتن یک جفت موجب تکامل سریع چشم گردید. و نظیر این امر در مورد اندام‌های دیگر هم صادق است. از بالهای پربازگر تا قلبهای تپنده، زیستشناسان نیاز دارند تا نشان دهند که چگونه تغییر رخ می‌دهد، چگونه در سطح میکروسکوپی این عمل منجر به پیدایش بشر می‌شود. از تمامی مدارکی که تا به حال دیدیم، به نظر می‌رسد که داروین درست گفته است. زندگی دارای تکامل تدریجی است. بیشتر از میلیون‌ها سال است طبیعت در حال دگرگون کردن موجودات زنده ساده به گیاهان و حیوانات امروزی است. در چند دهه گذشته انقلابی در زیست شناسی همه چیز را زیر و رو کرد. محققان حالا ابزاری برای حل بزرگترین معمای موجود در دست دارند، اینکه چگونه یک گونه به گونه دیگر تغییر می‌کند. اولین سرنخ در سال 1953 با کشف ساختار DNA به دست آمد. DNA دستورالعمل ژنتیکی ساختمان حیات را حامل می‌کند. این دستورالعمل از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده. ساختار مارپیچی دوگانه آن را باز کنید، کدهای بستیافته را خواهید دید که ژن خوانده می شوند. ما حدوداً 22,000 ژن در DNA خود داریم. آنها اطلاعاتی را با خود حمل می کنند که مشخص کننده رنگ چشم، بلندی و هر آنچه که ما را امروزه ما می کند است. این ژن است که به ما می گوید که از یک جنین چه چیزی بیرون می آید. یک دسته ژن یک ماهی را تولید خواهد کرد، دسته دیگر یک قورباغه را می سازد. و این ژن است که به دانشمند میگوید که چگونه یک موجود زنده در طول میلیون ها سال به گونه دیگر تغییر پیدا کرده. تغییر در تنها یک ژن میتواند جهش بزرگی در طرح بدن ایجاد کند. وقتی DNA تغییر میکند، ژن ها نیز تغییر میکنند و حیوانات نیز تغییر میکنند. اما تحقیق در سالهای اخیر رازی را برملا کرده است. وقتی زیستشناسان در دهه 1970 شروع به رمزگشایی از DNA گیاهان و حیوانات کردند، حدس می‌زدند که ژن‌های یک حیوان از حیوان دیگر بسیار متفاوت است. آنها دچار یک شوک شدند. این مشخص می‌کند که وقتی نوبت به ژن می‌رسد، ما انسان‌ها چندان متفاوت با بقیه حیوانات نیستیم. حدود 96% از DNA ما شبیه به DNA شامپانزه است. حدود 75% از ژن‌های ما شبیه به DNA سگ هاست و ما در یک سوم از ژن‌های ما با گل‌های نرگس مشترک هستیم. علم جدید ژنتیک نشان می‌دهد که تکامل سریع‌تر و آسان‌تر از آنچه که دانشمندان تصور می‌کنند اتفاق می‌افتد. انتخاب طبیعی نه تنها تنوع غنی دنیای طبیعی را توضیح می‌دهد، بلکه تنها راه توضیح عقلانی و منطقی برای آن است. از رنگ گلها تا بالهای یک نهنگ، از یک بود
تنوع و فراوانی حیات خیره کننده است. به نظر می آید این امر تقریبا شبیه یک معجزه است، اما معجزه واقعی همان قانون‌های طبیعی ساده است که می‌تواند موجب این چنین دنیای متنوع و خارق‌العاده‌ای شود و یکی از مخلوقات طبیعت مغز آدمی است که قادر به فهم این حقیقت علمی ساده است که ما چگونه آمده‌ایم تا در این دنیا به حیات ادامه دهیم.